امروز میخوام یکی از دستورات مادر بزرگم رو بهتون آموزش بدم که بسیار ساده و بسیار لذیذه. یه نوع فسنجونه، اما این فسنجون با فسنجونی که تا حالا خوردید خیلی فرق میکنه، هم رنگش فرق میکنه هم طعمش فرق میکنه. این فسنجون یه خورده باید تند و تیز باشه، رنگش هم یه رنگ بسیار قشنگی که وقتی غذای من آماده شد شما حتما میبینید که چه رنگ زیبایی داره. برای تهیه این فسنجون مادر بزرگم از بوقلمون استفاده میکردن، اما شما میتونید از مرغ یا اردک هم استفاده کنید. من با اجازتون دستکش دستم کردم به دلیل اینکه دستام، پوست دستام یک مقدار خشک شده و نیاز داره که رطوبت داشته باشه، به خاطر همین من دستکش دست کردم. این دستکش فقط دلیلش به خاطر اینه. بگذاریم. اینجا برای تهیه این فسنجون خوشمزه من از یه جوجه استفاده کردم، نصف یک جوجه، چرا که این غذا برای دو نفر سرو میشه، و چند شاخه کوچیک جعفری، و به این میگن اول سپایس، خیلی شبیه به فلفل سیاه کامل هستش. این اول سپایس هست، فلفل آفریقاییه، یه نوع فلفل هست که از کشورهای آفریقایی میاد. نیاز به 3 تا 4 عدد از این اول سپایس نیاز داریم. این هم که فلفل سیاه هستش، میبینید چه شبیه به اول سپایسه؟ ببینید اول سپایس 3-4 برابر فلفل سیاه هستش، و فلفل سیاه ببینید چقدر کوچیکه، ولی اول سپایس به این بزرگی هستش. حدود 5-6 تا فلفل سیاه و 3 یا 4 عدد اول سپایس نیاز داریم. یه دونه هویج کوچیک رو برش دادم و به این صورت زیر مرغ قرار دادم، به علاوه یه عدد پیاز کوچیک به صورت خلالی به این صورت خورد کردم، نصفش رو زیر مرغ قرار دادم و نصفش رو روی مرغ تا بوی زخم مرغ رو بگیره. اندازه 1/4 قاشق چای خوری زردچوبه اضافه میکنم. سعی کنید زردچوبه رو روی مرغ نریزید، کنار ظرفتون بریزید، وقتی آب میریزید حل بشه. یک مقدار خیلی کم نمک رو روی مرغ بپاشید و حدود 1 لیوان بزرگ آب میخواییم، حدود 500 میلیلیتر تا 600 میلیلیتر کافیه. اجاق رو روشن میکنم، حرارت متوسط رو به پایین باشه. درب ظرف رو میذارم و اجازه میدم که به آرامی برای خودش بپزه. حالا بریم بقیه کار رو با هم داشته باشیم. اینجا 200 گرم گردو دارم که گردو رو بایستی آسیاب کنم، به همراه 3 یا 4 حبه سیر که تو این اندازه باشه. اینها رو با هم میکسشون میکنم. مادر بزرگ من همیشه گردو رو با سنگ میسابیدن تا نرم و لطیف بشه، اما این سنگ رو امروز روز همه در دسترس ندارن، به همین دلیل من در غذاساز دارم گردو رو آسیاب میکنم تا بهتون نشون بدم که به چه صورت میتونید یه گردوی نرم و لطیف داشته باشید. الان گردو یک مقدار خرد شده، من اندازه 2 قاشق غذاخوری روغن مایع بهش اضافه میکنم. بیشتر از 2 قاشق غذاخوری اضافه نکنید. ببینید گردو الان به این شکل شده، ولی به خاطر اینکه نرم و لطیف‌تر بشه من الان نیاز دارم که 50 تا 60 گرم از ساقه های گشنیز استفاده کنم. حتما از ساقه گشنیز استفاده کنید، چرا که عطر و بوی بسیار خوبی به غذای ما میده. فعلا نیازی به برگ گشنیز ما نداریم، فقط ساقه های گشنیز. برای یک
دقیقه دیگه هم این رو میکسش میکنم، بعد کاملا دیگه نرم شده این گردوی ما. ببینید دوستان عزیز، بایستی به این نرمی بشه. حالا یه دونه پیاز کوچیک رو داخل تابه میریزم. پیاز بایستی خیلی خیلی ریز باشه و اندازه یک قاشق غذاخوری بهش روغن اضافه میکنم. الان گردویی که پوره کردم اضافه میکنم به پیاز و با هم تفتشون میدم. حرارت بایستی تا این حد باشه، متوسط رو به پایین. میذارم یک مقدار گردو و پیاز با همدیگه تفت بخورم. اینجا من آب مرغ رو صاف کردم، سبزیجاتش رو میبینید توی این صافی نگه داشتم. اگر مایل هستید میتونید توی سوپ یا هر چیزی که دلتون میخواد باز این سبزیجات رو استفاده کنید. مرغ به صورت نیمپز در اومده، حدود 40-50% پخته و من فقط نیاز به آب مرغ دارم که بایستی توی این غذا استفاده بشه و خود مرغ، نیاز به سبزیجاتی که کنار مرغ بود به این سبزیجات نیازی ندارم. و حالا یک مقدار از آب مرغ رو اضافه میکنم. به خاطر اینکه گردو پوره شده و حالت خمیری داره، اگر آب مرغ رو بهش اضافه نکنیم میچسبه به کف ظرف و حالت چسبندگی ایجاد میکنه و میسوزه. به خاطر همین ما بایستی آب مرغ رو کم کم اضافه کنیم تا هم گردو شروع کنه به پختن و هم کمی روغن از خودش پس بده. و باز هم یک مقدار از آب مرغ رو اضافه میکنم. ببینید رنگ آب مرغ به چه صورته؟ رنگ زرد بسیار قشنگی هستش. حتما بایستی رنگ آب مرغی که اضافه میکنید یه رنگ زرد بسیار زیبا باشه. زعفرون فعلا نیاز ندارید تو این غذا، شما از همون زردچوبه‌ای که بهتون گفتم استفاده کنید. زردچوبه باعث میشه که بوی زخم مرغ رو هم بگیره ازش. و باز صبر میکنم یک مقدار آب این سس کشیده بشه و بعد بقیه آب مرغ رو بهش اضافه میکنم. و حالا ما بقیه آب مرغ رو بهش اضافه میکنم. قسمت ته آب مرغ اگر احیانا رسوبی چیزی داره این رو اضافه نکنید، باعث تیرگی غذای شما میشه. و حالا مرغ رو داخل این سس قرار میدم و میذارم بپزه. بهتره که از سس این غذا روی مرغ بریزید تا کاملا طعم بگیره غذای ما. حالا یک مقدار خیلی کم بهش نمک اضافه میکنم. درب ظرف رو میذارم و حرارت متوسط رو به پایین باشه تا همین حد. فراموش نکنید اگر از ظروفی که استفاده میکنید دارای دسته های بلند هست، همیشه داخل اجاق گاز قرار بدید. اینطوری از حوادث جلوگیری میکنید.
میذارم این مرغ به آرامی بر خودش بپزه تا هم سس غذای من غلیظ‌تر بشه و هم مرغ کاملا پخته بشه. و الان تقریبا یک قاشق چای خوری بهش پودر کاری اضافه میکنم. کاملا اینها رو با هم مخلوط میکنم تا طعم کاری داخل غذا بپیچه و طعم بگیره. حتما از این سس روی مرغ بریزید تا طعم سس به مرغ هم بره. عطر و بوش حرف نداره، باور کنید. یک مقدار که سس غلیظ بشه و مرغ کاملا بپزه، غذای من آماده است. بذارید یه ذره مزه کنم. عطر و بوش که حرف نداره، ببینم چه طعمی میده. واو، عالیه. خدای من، بسیار خوشمزه است. الان درب ظرف رو به این صورت میذارم و اجازه میدم که به آرامی بر خودش بپزه. بسیار خوب. به به، عالی، بسیار خوب. الان یه دونه لیمو رو آبگیری کردم، بهش اضافه میکنم آبش رو. ببینید چه رنگ قشنگی داره. گردو هم کاملا به روغن افتاده و مرغ هم پخته. الان حدود نصف مشت گشنیز بهش اضافه میکنم. بسیار خوش عطر و خوش رایحه هست این فسنجون، باور کنید. بعد از یک دقیقه غذای من میره برای سرو. خب غذای من آماده است، میره برای سرو. این هم از فسنجون به سبک مادر بزرگم. این هم یکی از دستورات خوشمزه مادر بزرگ من، فسنجون سبز. بسیار خوشمزه و بسیار لذیذه. بچه که بودیم بهش میگفتیم فسنجون سفید، ولی به نظرم اسم قشنگی نبود، چون اصلا با رنگ و بوی این غذا همخونی نداشت. بهترین اسم همینی که بهش بگیم فسنجون سبز. حتما تهیه کنید و نمیدونید چقدر این خوشمزه است. یک مقدار بایستی تندی داشته باشه، اما تندیش زیاد نباشه، خیلی کم. و عطر و رایحش هم که حرف نداره، عطر گشنیز و خوشمزگی گردو با هم خیلی همخونی داره. و اگر به رنگ این روغن این فسنجون نگاه کنید، دقت کنید، ببینید یه رنگ سبز بسیار خوش رنگی رو داره. عطر و رایحش باور کنید طرف نداره. خیلی این غذا لذیذه و با برنج میتونید نوش جان کنید یا با نون. با برنج بی نهایت خوشمزه میشه و ترشی که شما میتونید در این غذا استفاده کنید، مادر بزرگ من بعضی وقتا سرکه میزدن، سرکه سیب، یا بعضی اوقات هم آب لیمو. در برخی از موارد وقتی لیموی تازه نبود، از سرکه سیب استفاده میکردن که اونم طعم خوشمزه میگیره، ولی به نظر من با آب لیمو خوشمزه تره. اصل این غذا بایستی با آب لیمو سرو بشه. حالا با اجازتون من یک مقدار تیست میکنم تا بهتون بگم طعم این خوشمزه چجوریه. خیلی خوشمزه است. گشنیز و گردو یه طعم فرموش نشدنی، از اون ور طعم سیر و آب لیمو یه مزه بسیار یونیک و خوشمزه رو رقم زده. خیلی خوشمزه است. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بسیار بسیار لذیذه. تهیهش کنید و نظرتون رو بنویسید.
این یکی از دستورات خوشمزه مادر بزرگ من هست، امیدوارم تهیه کنید و نوشه جان کنید. ما که همیشه دوست داشتیم. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدار.